که سابقه خانوادگی سرطان پستان دارن میتونن با ورزش منظم احتمال ابتلای خود به این سرطان رو کاهش بدن. اینم البته این هنوز در حد فرضیه است، ولی خب فرضیه است که دارن مطالعهش آغاز میکنن، در طی 3 سال آینده میخوان تست بکنن. و خب چرا چنین درمانی رو میخوان ارائه بدن؟ چون اولا که کسانی که یک ژن خاص داشته باشن، ژن براکا، اینها احتمال اینکه در طول عمرشون به سرطان پستان دچار بشن، برخی از آمارا میگه نزدیک 80% هست، یعنی دیگه خیلی خیلی آمار بالایی است. و خب راه این که بتونن از اون پیشگیری بکنن راه های سختی است، یعنی یا باید مثلا تخمدان رو در بیارن و یا قبل از اینکه بخواد سرطان بروز بکنه پستان رو بردارن، که خب هر خانومی واقعا حاضر نمیشه چنین کاری رو بکنه، خیلی تصمیم گیری سختی است. و از طرف دیگه برخی که این تصمیم گیری رو یه مقداری به تاخیر میندازن، متاسفانه سرطان درشون بروز میکنه، که خب اون هم چیزی نیست که بخوان. همچنین خب کسانی هستن که این ژن رو ندارن ولی سابقه خانوادگی مثبت درشون وجود داره، که در اونها هم احتمال بروز سرطان پستان بالا میره، حالا نشد 80%، ولی به هر حال در اونها هم بیشتر میشه. و باز در اونها هم تصمیم گیری سخت هست که به قبلش چطوری میتونن پیشگیری بکنن. و خب مثلا اگر بخوان تخمدان رو در کسانی که ژن رو دارن و احتمالش زیاد است بردارن، خب سنی که میتونن بچه دار بشن هم خیلی کم هست، و خب برداشتن پستان هم قبل از اینکه بخواد سرطان بروز بکنه خیلی هم توی گفتم تصمیم گیری سختی است برای خانم ها. از لحاظ بروز سرطان، هورمون استروژن خیلی نقش واضحی داره، یعنی کسانی که هورمون استروژن میتونه مخصوصا کسانی که ژن رو دارن در رشد سرطانشون اهمیت داره. و خب ورزش، مخصوصا کسانی که ورزش سخت میکنن، دیده شده که هورمون استروژن درشون افت میکنه و حتی مثلا قاعدگیهاشون قطع میشه، حتی در این حد هم میتونه افت بکنه. بنابراین از لحاظ بالقوه میشه از ورزش استفاده کرد، ورزشی که در اون حدی باشه که بتونه هورمون استروژن رو کاهش بده، تا به عنوان یک راهی باشه که به این خانم ها فرصت بیشتری بده تا بتونن تصمیم بگیرن. یعنی زمانی که هورمون استروژن کم شده، خب مثلا میتونه زمان بروز سرطان رو در کسانی که احتمالش خیلی بالا هست این مقداری به تعویق بندازه، و یا اگر تومور قرار بروز بکنه تومور سایزش کوچیک‌تر باشه، رشدش خیلی سریع نشه، که این خانم ها بتونن تصمیم گیری بکنن و زمانی که دارن که تصمیم گیری رو انجام بدن یه مقداری بیشتر باشه. فعلا در طی سالهای آینده مطالعه انجام خواهد شد، حتما اگر خبر جدیدی باشه و اگر موفقیت آمیز باشه، که خب خیلی خبر بزرگی خواهد بود، حتما خدمت بیننده کنم. خوب، ولی این ورزش باید حتما به طور منظم باشه دیگه. به طور منظم باید باشه، و خب در چند دسته هم تقسیمشون کردن، برخیشون 150 دقیقه در هفته، برخیشون 300 دقیقه در هفته، و برخیشون هم که ورزش انجام نمیدادن به عنوان گروه کنترل، که خب اونقدر هم زیاد 300 دقیقه در هفته میشه 5 ساعت ماکسیموم بشین بده در مطالعه. بله خب اونم خوب، اونقدر وقتی نمیگیره. بله یه روز هر ساعت، هر روز یک ساعت، 5 روز هفته.